إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد. صلى الله على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. توفیقی است در پنجمین گفتگو از مجموعه مباحثی که از منظر آیات شریفه قرآن به زن و مرد می نگریستیم این بحث و این نوبت رو هم تقدیم داریم. همان گونه که عزیزان استحضار دارند، بعد از بررسی ویژگی های خاص زنان و بانوان و اون ویژگی ها و مختصات مردان، الان این نوبت و گفتگوی بعد مباحث ما در مناسبات و شیوه ارتباطات بین این دو پدیده الهی و این دو موجود است. اگر ابتداءً بنا باشد مجموعه آیات قرآن رو از همین زاویه و دید یه طبقه بندی داشته باشیم و ببینیم که میتوان گفت آیا این ارتباطات قابل درجه بندی و شناختن لایه های آن است یا خیر. اگر کاوش دقیقی در این جهت به عمل آید، یقیناً چنین خواهد بود که می‌بینیم خداوند سبحان مناسبات میان زن و مرد رو در قرآن در سه ساحت و در سه مرحله طبقه بندی نموده است. اولین نوع ارتباطی که میان این دو موجود دیده می‌شود، رابطه‌ای و مناسباتی است که اون حلقه ارتباطی عنوان انسانیت یا عنوان ایمان میان این دو مخلوق خداوند است. مجموعه دستوراتی که ممکن است تعهدات انسانی ایجاد می کند برای همه انسان ها در همه تعاملات فردی و جمعی با عنوان یا ایها الناس یا ایها الانسان. در کنار این عنوان شایع‌تر و معمول‌تر در قرآن کریم خود عنوان یا ایها الذین آمنو خواهد بود. بسیاری از روابط رو می‌بینیم میان زن و مرد که اون حلقه ارتباط خود عنوان ایمان است. این نوع اول ارتباطات است که می‌توان از این تعبیر کرد به ارتباطات انسانی و ایمانی. هر آنچه در قرآن کریم مشاهده می کنید که تعهد آور است برای انسان ها نسبت به یکدیگر، زیر مجموعه همین عنوان خواهد بود. اگر خدای سبحان به عنوان نمونه خطاب می کند که یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، مثلا فرض کنید لا یغتب بعضکم بعضا، بعض از شما یکدیگر رو حق ندارید به ترور شخصیت و به غیبت مورد هدف و اتهام قرار دهید. اینجا یه ارتباط متقابلی است، یعنی در این جهت چه زنان نسبت به مردان و مردان به زنان در یه سطح برابر و کاملا یکسان مورد خطابند و یه ارتباطی است که بین این دو گروه شکل می‌گیرد. اگر خداوند سبحان در قرآن دستور به تعاون مطرح می‌کند، تعاونوا علی البر و التقوی، یه ارتباط انسانی میان زنان و مردان در موضوع مشترک بر و تقوا، احسان و نیکوکاری، این یه تعامل است، یه ارتباط است که هر دو رو شانه به شانه مسلم در بر میگیرد. اگر ضد اون رو خطاب میکند، ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان،
نکند با هم نسبت به یکدیگر همکاری ناپسند و ناروایی داشته باشید. اینجا هم اون وجه اشتراک همون عنوان ایمان این دو موجود است، با هم مرتبطند، تعامل دارند، هیچ منعی در این جهت از نوع این وجه اشتراک دیده نمی شود. حتی تصور بفرمایید اگر گاه ممکنه لحن هم لحن خطاب مذکر باشد، باز هم تفاوتی در این جهت نیست. اگر مثلا خداوند سبحان میگوید انما المؤمنون اخوه، همان مؤمنان با یکدیگر رابطه و اخوت دارند، در این جهت تفاوتی نیست که بگوییم اینجا مؤمنان مرادند و مؤمنات یعنی زنان رو این آیه شریفه در بر نمیگیرد. خیلی اینطور نیست. این رابطه یا اخوت بین جنس مؤمن وجود دارد، چه از بعد این که دارای خاصیت وجودی مردانگی باشد یا زنانگی تفاوتی ندارد. یعنی این ارتباط، ارتباط ایمانی است، نه ارتباطی که در اون رنگ و بوی جنسیت باشد. انما المؤمنون اخوه، اون رابطه تنگاتنگ حمایت و به اصطلاح اون اخوت و پیوستگی که جوهر اون رو ایمان تشکیل میدهد. من به عنوان نمونه یک آیه از قرآن را از این باب مطرح می کنم از این سطح ارتباطات، و آنگاه چون بحث یه قدری گسترده تر است و فضا و زمان کمتری هم داریم، به قسمت های بعدی سخن خواهم پرداخت. آیه این که در این جهت بسیار گویا و روشنه در این موردی که عرض کردیم، سوره مبارکه توبه آیه 71، صراحتاً خداوند سبحان مطرح می کند والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، زنان و مردان مؤمن. دقیقاً ملاحظه می فرمایید مؤمنون و مؤمنات یعنی مردان و زنان، این ارتباط بین هر دو جنس رو مطرح می کند خداوند. بعضهم اولیاء و بعض، اینها نسبت به یکدیگر اولیاء اند. کلمه اولیاء جمع ولی است. لغت رو که معنا می کنیم، کلمه ولی از ماده ولی می آید. ولی به معنای قرب و پیوستگی است، هنگامی که حائل و فاصلی در میان نباشد، این رو ولی می گویند و ولایت از همین معنا می آید. زنان و مردان مؤمن در جامعه ایمانی، اینها با هم تعامل دارند و تعامل اینها به نحو اولیاء بودن است. حالا این اولیا چه معنا دارد؟ سه معنا میتوان برای این اولیا و ولی در نظر گرفت. یکی این که اینها پاره از عمرشون رو این گروه یا اون گروه تولی میکنند، به دست میگیرند و به بیان پارسی ما سرپرستی میکنند، تعهد میکنند. معنای دوم ولایت نصرت است. مردان و زنان مؤمن در جامعه با هم رابطه نصرت و یاری رساندن دارند از دیدگاه قرآن. این ارتباط بینشون وجود داره و باید که بیاتایار هم غمخوار هم باشیم و این نصرت و یاری رو نسبت به هم داشته باشند. سومین معنایی که در ولی وجود دارد اون محبت است. محبتی که برخواسته از نوع ایمان است. محبت ایمانی، همان که جوهر ایمان را اساساً همین حب تشکیل می‌دهد. حب به الیکم ایمان. زنان و مردان مؤمن از بعد دید، به اصطلاح زاویه دید و دیدگاه ایمانی، یکدیگر را دوست می‌دارند، یعنی دوستدار سعادت همند، خواهان خیر و نیکبختی یکدیگر خواهند بود، احساس مسئولیت می‌کنند، حساسیت نسبت به یکدیگر دارند. لذا دقیقاً ادامه آیه تفسیر می‌کند این معنای ولایت رو. فرمود یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینها به زشتی‌ها و زیبایی‌های هم حساسند، لذا یکدیگر رو فرا می‌خوانند، کمک می‌کنند در وادی معروف و هم رو باز می‌دارند از زشتی‌ها و کمک کار هم می‌باشند. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، در فصل مشترک‌های به اصطلاح عبادی، دینی، فرهنگی، اجتماعی با هم تعامل دارند. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، و اون جوهر اصلی ارتباط اینها و فصل مشترک اصلی، یطیعون الله و رسوله، اطاعت خدا و رسول است. چنین جماعتی و گروهی، چه زنان اون چه مردان اون، اولئک سیرحمهم الله، خداوند اینها رو به زودی مشمول لطف و رحمت خود می کند. ان الله عزیز و حکیم، خداوند به عزت و حکمت با مردمان و جامعه برخورد می کند.
خب این یه نوع از آیات این چنینی است که سطح اول تماس و مراودات و مناسبات بین زن و مرد رو قرآن بازگو می کند. اون وجه اشتراک ارتباط اینها به هیچ وجه من الوجود جنسیت نیست، صرفا اون فصل مشترک ایمانی و انسانی است. این سطح اول. نوع دوم ارتباط و آیاتی که در قرآن در این مناسبات ملاحظه می کنیم، می بینیم رابطه ایست که بعد از رابطه انسانی رنگ و بوی رابطه جنسیت هم در اون دیده می شود. یعنی زن به عنوان جنس زن مؤنث و مرد به عنوان جنس مذکر می آیند و می نشینند و با یکدیگر مراوده و ارتباط برقرار می کنند. این نوع دوم از سطوح ارتباط است در قرآن کریم. در این سطح شما شاهد یه تسهیلاتی هستید، یعنی می بینید رابطه لطیفتر می شود، ارتباط آسانتر می شود، یه سهولتی رو در نوع این ارتباط می بینیم. دیگه اگر احیانا یه منعی از پاره از نظربازی هاست، در اینجا منعی وجود ندارد. اینجا قل للمؤمنین قل للمؤمنات نیست که بگوین چشمتون بگیرید و نگاه تیز و خیره سرانه نکنید، و نه اینجا آزادی است، رهایی است، به این شیوه منعی دیده نمی شود. در اینجا می‌بینید که ارتباط در حد نشاندن زیبایی‌ها، زینت‌ها، ولا یبدین زینتهن، زینتشون رو نشان ندند، منعی وجود ندارد. کلمه الا میاد تمام اون من رو برمی‌دارد. الا، نه، اینجا مشکلی نیست و رابطه بسیار آسان‌تر و سهل‌تر است. این سطح دوم از ارتباط رو من تأکید می‌کنم، ارتباط انسانی و در این حال جنسی است. یعنی زن و مرد در اینجا زن و مردند، جنس مذکر و مؤنثند که با هم ارتباط دارند. این نوع ارتباطی است که از آن در قرآن با آیاتی خداوند یاد می‌کند که اینها رو ما تعبیر می‌کنیم به آیات محارم. آیات محارم یعنی یه محدودیت هایی برداشته می شود، یه آزادی هایی به دنبال اون دیده می شه و در این حال یه قواعد خاصی هم حکم می کند. خب این رو می دانید. به عنوان نمونه من سریعا عرض می کنم که باز به قسمت های بعدی هم بیشتر خدمت دوستان برسیم. در همون آیاتی که بحث عفاف و به اصطلاح پوشش رو مطرح می کردیم در دو نوبت قبل، بعد از اون که خداوند فرمود زینت های خودشون رو نشان ندهند، من بعد از اون نوبت پاری از خواهران بزرگوار و خانم ها اصرار می کردن که این بحث زینت ای کاش کمی گشوده تر مطرح می شد. دیگه ملاحظات این بحث و فرصت زمانی ما اقتضایی نمی کرد. انشاءالله سعی می کنیم در این حال در گفتگوی پایانی یه وقتی رو بعد از مباحث بگذاریم برای پاری از سوالات دوستان و بحث هایی که دست من رسیده است. بعد از این که ولا یبدین زینتهن را مطرح می کند، قرآن بعد می گوید الا لبعولتهن او آبائهن او آباء بعولتهن، اینها مجازند برای پدرانشون، برای برادرانشون، برای برادرزاده هاشون، برای خواهرزاده هاشون. یه لیستی رو قرآن ردیف می کند که از اینها تعبیر به محارم می کنید، یعنی کسانی که می توانند بدون حجاب و عفاف یکدیگر رو ببینند و نه به شکل مطلق اما به شکل نسبی کاملا با یکدیگر ارتباط دارن و ارتباطشون هم ممکنه از نوع ارتباط زن و مرد است. یعنی اینها این قواعد محرمیت برای همین حاکم میشه. و شاید از بهترین آیاتی که در این جهت تصریح به این رو خداوند مطرح میکند آیه 23 سوره مبارکه نساء باشه که خداوند صراحتا مطرح میکند حرمت علیکم، حرام است بر شما. یعنی چه حرام است؟ یعنی ازدواج. اونجا که ازدواج حرام است، اونگاه به دنبال اون دیدن و لمس جسمی بدون احساسات خاص منعی ندارد و مشکلی ندارد. این میشه همون قاعده محرمیت. حرمت علیکم، چه کسانی؟ امهاتکم، مادران، بناتکم، دختران، اخواتکم، خواهران، عماتکم، عمها، خالاتکم، بنات الاخ، فرزندان برادر، دختران خواهر، امهاتکم اللاتی ارزنکم، مادرانی که شما رو شیر داده اند، خواهران رضایی شما، مادران همسرانتون، اون دختر خوانده های شما که در خانه و زندگی شما زندگی می کنند و به دنبال اون بحث حلائل و عروس
به تعبیر ما و به اصطلاح همسر فرزندان رو مطرح میکند خداوند. این سطح از ارتباط، سطح ارتباطی است که هم انسانی است هم در این حال جنسی است. یعنی چون جنسیت مطرحه، لذا بحث حلیت و حرمت مطرح میشه که میتوانند ببینند نمیتوانند ببینند. این یه سطح از ارتباط و رابطه است. در این سطح از ارتباط اجازه بفرمایید من یکی از این موارد رو، چون گمان میکنم که زیبایی و شکوهمندی این ارتباط اقتضا میکند که سر نپیچیم و یه قدری بیشتر به این رابطه بپردازیم، من این رابطه رو یه قدری بزرگنمایی کنم و کمی جدیتر مطرح کنم. در این روابطی که زن و مرد مینشینند کنار یکدیگر، انسانی است و در این حال یه رابطه است که جنسیت هم محفوظ است در اون، و ارتباط اینها با بخش‌های بعدی جامعه، بدون شک میتوان گفت سرآمد این نوع ارتباطات اونجایی است که زن به عنوان مادر و مرد به عنوان پدر در محیط اجتماع نقش آفرینی میکنند. اینجا میتوان گفت در قرآن شما زیباترین و پرشکوه ترین گاه جلوه ها رو میبینید طبق آیات شریفه قرآن، که من گوشه هایی از این رو و کمی بعضی از بحث های جنبی رو محضر مارکتون الان بازگو میکنم. خب این رابطه رو وقتی مشاهده میکنیم میبینیم که خیلی شگفت‌انگیز در قرآن مطرح میشه. یکی از موضوعات مهمی که گاه مورد سوال قرار میگیرد در قرآن کریم همین بحث است. این توجه فوق‌العاده قرآن کریم به منزلت و جایگاه و شیوه ارتباط با پدر و مادر. نوع این آیات بسیار است. بگذارید که من در حد فقط تذکر یه اشاره‌ای به بعضی از این آیات داشته باشم و انشاءالله مطلب رو تعقیب کن. از زیباترین و آیاتی که باز هم بر این آیه ما مرور خواهیم داشت، سوره مبارکه اسراء آیه 23. خداوند مطرح میکند و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه. ما حکم کردیم که جز ذات اقدس او، خداوند حکم کرده است که جز وجود مقدس او مورد عبادت قرار نگیرد. عبادت حق اوست بس. و بالوالدین احسانا، و این حکم قطعی خداست که به والدین احسان شود، نکوکاری شود. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما و قل لهما قولا کریما. اگر اینها یکی یا هر دو میرسند به یه شرایط کهولت و پیری و فرتوتی در کنار تو، مباد به اینها بگویی اف. به تعبیر عرب ها اوف به معنای اتزجرو، یعنی همان که گاه ممکنه ما هم در پارسی بگوییم اوه حوصله داری. ولا تقل لهما، فلا تقل لهما اوف، به اینها اوف نگو. ولا تنهرهما، اینها رو از خودت دورشون مکن به ناگواری. به هنگامی که سخن میگویی با این دو قل لهما قولا کریما، سخنی بگو با کرامت نبا لامت، با زیبایی و شایستگی. وقفز لهما جناح الذل من الرحمه و قل رب ارحمهما كما ربيااني صغيرا. هنگامی که پرنده از بالا میخواد پایین بیاد، زیر بال رو خالی میکند، بال رو جمع میکنه، این رو میگن خفض جناح. در حضور اینها خفض جناح کن. ممکنه جایگاه رفیع و منزلت والای اجتماعی داشته باشی، اما اینجا دیگه در حضور اینها درویش و غنی بنده این خاکه دارند. آنان که غنی ترند محتاج ترند. اینجا بال رو فرود بیار و متواضعانه برخورد کن. این یه آیه کلیست. حالا من اینجا عرض کردم یه دو سه تا بحث رو خدمت دوستان عزیز مطرح میکنم، التفات بفرمایید. اولین نکته این است که این تأکید قرآن به این نوع از ارتباط با والدین و این اصرار ورزی چرا؟ به ذهن می آید که بگوییم که عوامل متعددی دارد. یک عامل، عامل حقوقی است. یعنی به دلیل اینکه اگر با دقت و با حوصله ملاحظه کنید، کسی که به ظاهر بیشترین حق رو بر وجود انسان در پای نهادن ما به زندگی دنیوی دارد، پدر و مادرند. این زن و این مرد، اینها بیشترین نقش رو در وجود ما دارند. یعنی به ظاهر علت ظاهری هستی دنیوی ما بعد از فرمان و امر خداوند اینهان. این یه امر حقوقی است، این یه حقه، بیشترین حقم هست، لذا جا دارد که تأکید بر این مسئله بیشتر باشه.
بعد اقتصادی قضیه رو نگاه میکنیم، این هم نمیتوان از کنار اون بی تفاوت گذشت. بالاخره رشد اقتصادی ما، رشد مادی ما، این وامدار همین دو پدیده و دو موجود است، پدر و مادر، در این جایگاهی که نشستند. حتی باب و مسئله ارث رو هم که نگاه میکنید در انتهای کار، این هم به نوعی همین است. هنگامی که دستاورد مجموعه عمرشون رو والدین جمع میکنند، اونگاه یک باره میگذارند و میروند و این فرزندان هم که بهره تمام عمر مادی اونها رو خواهند برد و لذت اون رو یقینا میبرند. اما از همه اینها مهمتر اون عامل اجتماعی است. وقتی که نگاه میکنیم مسئله رو از بعد اجتماعی، میبینیم که نقش ارتباط درست با والدین اون عامل تضمین بقا و دوام جامعه است. اگر واقعا اون ارتباط دقیق با پدر و مادر نباشد و این توالد و تناسل دچار اختلال بشه، به یه جایی برسد که کاهش موالد داشته باشیم، دیگه رغبتی در والدین نباشد برای تولید مثل، بعد اتفاق نامبارکی میافتد، نسل بشر مانند خیلی از موجودات در حال انقراض قرار میگیرد و خیلی حوادث تلخی رو شاهد این خواهیم بود. مگر نه اینه که انسان محوریت در این آفرینش دارد؟ مگر نه این است که سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خداوند مشخص کرده است برای انسان این مجموعه وجود رو؟ بدون انسان که نمیتونه بمونه این مجموعه، محوریت اون رو ما آدمیان تشکیل میدیم. این ارتباط رو که نگاه میکنید مقوم و استحکام بخش به وجود آدمیان در روی زمین است. دوم بعد اجتماعی رو عرض می کنم. اولین واحد اجتماعی ترکیبی است از پدر و مادر، یعنی خانواده، و طبعاً تقویت این واحد اجتماعی برای زندگی جمعی بسیار کارآفرین است. سوم، عالی ترین و مناسب ترین بستر برای تربیت و شکل گرفتن مؤلفه های شخصیتی هر کدام از انسان ها همون محیط گرم خانواده است که در اونجا بیشترین تربیت شکل میگیرد و در شرنگ جان فرو میرود. چهارمین نکته را اگه عرض کنیم، واقعا میبینیم خانواده میتواند مؤثرترین فضا باشد. هر تحولی رو، هر نکته‌ای رو که بخواهید منتقل کنید در فضای ارتباطی بین پدر و مادر و به دنبال اون و به تبع اون خانواده، میتوانید در نهایت اون صمیمیت و پیوند تنگاتنگی که وجود داره شما روابط رو مستحکم کنید، منتقل کنید مناسبات رو و خیلی راحت شکل میگیرد. خیلی از مسائل که ممکن اینها در نهادهای دیگه جامعه به این شیوه ما نیابیم و نتوانیم بجوییم. پس بنابراین از جهت حقوقی اگر نگاه کنیم، از جهت اقتصادی نگاه کنیم، از بعد اجتماعی جا دارد که خداوند تأکید فراوان به این مسئله میکند و هی فرا میخواند ما رو به این نوع ارتباط با والدین. اما اینجا یه نکته بسیار ظریفی وجود داره و اون اینه که شما در قرآن وقتی که نگاه میکنید یک آیه نمیبینید که خدای سبحان پدر و مادر رو تشویق کند نسبت فرزندانشون و به اینها بگوید که خانم آقا بالاخره شما هوای این فرزندانتون رو داشته باشید و به اول و بل اولاده مثلا احسان و این محبتی بکنید در حق این فرزندانتون، یک مورد هم شما ندارید این رو. هر چه بخواهید خداوند از اون سو میفرماید و بل والدین احسان، اما یه مورد به فرزندان نمیگد که قدمی برای به پدر و مادر نمیگوید قدمی برای فرزندانتون بردارید. این خودش محل سوال است، چرا چنین نکته‌ای وجود داره؟ وقتی زیربنای این نکته رو نگاه میکنیم بسیار دقیق و ظریف بحث. چرا؟ چون ببینید عزیزان، پدر و مادر خود به خود همان عبارت دیرینه است که میگفتند پدر و مادر عاشقند و فرزندان فارق. حقیقت قضیه همین است، یعنی والدین پدر و مادر چون احساس کل بودن دارن، من میخوام با زبان منطقی بگم که این در خاطر ما را که دوستان بنشینند، پدر و مادر چون احساس کل بودن دارن و کل از جهت منطقی همیشه دوست می‌دارد کل بماند، تبدیل به جزء نشه، تجزیه نپذیرد،
همیشه جزء دوست می‌دارد کل بشه، اما کل دوست می‌دارد اون کلیت خودش رو حفظ کند. جزءها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشق با روی گل است به تعبیر مولوی. اجزا دوست دارن کل مستقل بشن، اما یک کل دوست می‌دارد اون کلیتش رو نگاه دارد. پدر و مادر فرزندان را اجزاء وجودی خودشون می‌بینند، لذا دوست می‌دارند اینها رو مدام نگه دارن. وقتی ممکنه بپرسن بالاخره حاضرید که این فرزندتون مثلا جای دیگری ازدواج کنه، میگن نه، خوب است که در همین شهر و دیار خودمون باشند. خوب است که اگر ممکنه در همین خیابان خودمون، میگن که اخیرا این خانه پهلویی میخواد خالی بشه، ممکنه همین خانه پهلویی رو مثلا یه جوری هماهنگ کنن، مثلا بگیریم. در حدی دوست میدارن این فرزندانشون رو جذب کنن و این کلیت خودشون رو حفظ کنن، که گاه فرزندان احساس عدم امنیت در استقلال میکنن، یعنی گمان میکنن والدین دارن مرزهای استقلال اینها رو رعایت نمی کنن، دارن به تعبیر ما مداخله در مسائل شخصی اینها میکنن. این یه امر طبیعی است. فرزندان دوست میدارن که به سوی استقلال حرکت کنن، رو به رشد، تکامل. از اون طرف والدین دوست می‌دارند اینها رو به سوی خودشون جذب کنند، از دست ندن، و در این حال یه افولی هم در شخصیت پدر و مادر دیده میشه. این نتیجه چی میشه؟ فاصله. فرزندان می‌روند و والدین می‌مانند. این فراق افسوده میشه. راهکار چیست؟ راهکار این از این شور و از این حرص ورزی پدر و مادر کاسته بشه، از اون جدایی و فاصله گرفتن فرزندان هم پیشگیری بشه. راه این است و بالوالدین احسانا، به فرزندان توصیه پدر و مادر بشه، اما پدر و مادر توصیه نیاز ندارند، اینها دارن کار خودشون رو انجام میدن و به نوع این فاصله کم میشه و این ارتباط تنگتر و صمیمانه‌تر شکل خواهد گرفت. حدیثی رو گاهی من عرض کردم در تفسیر که این معنایی که گفتم به زبان روایی به ما منتقل می کند. یک کسی آمد خدمت امام صادق و گفت فرزند پیامبر، من احساس می کنم که شاید در احساسات ضعیفم، شاید اون بود انسانی در من و امثال من چندان قوی نباشد. امام پرسیدن چرا؟ گفت من نگاه می کنم هنگامی که والدین فرزندی از دست میدهند، پدر و مادر یه فرزندشون رو از دست میدن، میسوزند. اینها غم‌انگیزترین اشعاری که در ادبیات پارسی داریم، سروده‌هایی است که شاعران ما پارسی گویان در مصیبت فرزندانشون گفتند. شما سروده های فردوسی رو نگاه کنید که مرا بود نوبت تو رفتی زده است، هنگامی که برای فرزند 37 سالش میگوید. شما اون شعر زیبای صبحگاهی سر خونه و به جگر بگشایید، اون شعر زیبای خاقانی رو در مرگ فرزندش بنگرید، و نوع این سروده های عجیب سوزناک و واقعا حتی در ادبیات عرب هم همین است. اون شعر زیبای ابوالحسن طهامی شاعر توانمند عرب که میرسد به اونجا که میگوید که یا کوکبن ما کان اقصر عمره و کذا تکون و کواکب الازهاری، ای ستاره، ای کوکب درخشنده یک شبه من، چقدر زود غروب کردی، مثل این که ستاره های سحری همین گونه زود از چشم می روند. ای ستاره آسمان دل من، چرا زود غروب کردی؟ این به فرزندش مطرح می کند. خیلی زیباستون ابتدای شعر که بماند. اما از اون طرف قضیه رو نگاه می کنیم، پدر و مادر فرزند از دست می دهند، تا آخر عمر می سوزند، می گدازند، اما پدر و مادر فوت می کنند. فرزندان چه می کنند؟ خب حال سیاهی به تن می کنند و یه چند روزی هم هفتمی و چهلمی و احتمالاً ممکن اگر در خاطرشون بود سالی رو هم ممکنه در اون روز خاصش پاس می دارن، اما بعد دیگه ممکنه در بعضی از اوقات میگن خدا رحمت کنه مرحوم پدرم گاهی اینطوری می گفتن، مرحوم مادرم این غذا رو خیلی دوست داشت، دیگه تموم میشه، در حد همین یه یادمان این چنینی مختصر و تمام. یا ابن رسول الله، من احساس میکنم که عواطف انسانی در من کم است که این حالت رو دارم و بعضی ها مثل من. امام فرمودن نه نه نه، اشتباه نکن، این درست است، همینطور است. سوال میکنم از تو، آیا تو پاره و جزئی از وجود پدر و مادری، یا پدر و مادر اجزای وجودی تو؟ تا
تأملی کرد، گفت بله، من جزئی از وجود پدر و مادرم. فرمودند هنگامی که پدر و مادر جزء خودشون رو و عضو خودشون رو از دست میدن میسوزند، اما فرزندان جزئی رو از دست نمیدهند، لذا اون حالت فراناکی رو ندارن و اون حالت در اینها دیده نمیشوند. پس این یه آسیب در این رابطه که جدایی ایجاد میکنند. لازمه این کار این است که فرزندان تشویق میشن، توصیه میشن به نزدیکی به والدین، اما از اون طرف به والدین گفته میشود انما اموالکم و اولادکم فتنه، مراقب باشید این ارتباطاتتون در یه حد معینی باشه، مباد پاره از حقایق رو فدای این نوع ارتباطاتتون کنید، و اونجا تذکر داده میشه. حالا من اینجا یه نکته دیگر مهمی رو صلاح میدانم که طبق آیات خدمت بزرگواران عرض کنم، دو نکته رو که در مجموع این بحث تمام باشه. شاید این سوال همگاهی در ذهن بعضی از عزیزان اومده باشه و اینو سوال کردن فراوان از ما، که ما در قرآن وقتی نگاه میکنیم خداوند این نوع ارتباط رو، یعنی جایگاه پدر و مادر رو در این موقعیتی که مینشینند، در قرآن بعد از نام خودش مطرح میکنه. چرا؟ و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. چرا بعد از توحید احسان پدر و مادر؟ این چه دخلی دارد؟ چه ارتباطی بین این دوست؟ و ان اشکر لی و لوالدین، شکر من کنید و شکر پدر و مادر. چرا؟ این چه ارتباطی است که خداوند بعد از شکر خودش نام پدر و مادر و والدین رو میبرد؟ این محل سوال است. من کوتاه و سریع عرض میکنم عزیزان، هیچ تردیدی نفرمایید، در میان تمام ارتباطاتی که در میان انسانها وجود دارد، در تمام ارتباطات انسانی و تعاملات بشری، یه رابطه است که از سنخ و جنس ارتباط، یعنی محبت خداوند به بندگان خیش است. نزدیکترین نوع محبت به محبت خداوند نسبت بندگان، اون محبتی است که والدین به فرزندان دارند. هنگامی که به دقت نگاه میکنید، خداوند سبحان بر بندگان خیش لطف میکند، مرحمت میکند، رحمان است، رحیم است، عطوفت دارد. اما این لطف الهی یک طرف است، یعنی خداوند نمیگوید به بندگانش که من این رحمت رو به شما دادم، این رحمانیت رو به شما دادم، این کار رو برای من انجام بدید. خیر، هیچ کاری انسانها برای خدا انجام نمیدهند. اگر طاعت و بندگی میکنن از آن کیست؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر کار خیر میکنید از آن خود شماست. اگر طاعت و بندگی دارید سود آن خودتون میبرید، نه خداوند. رابطه خدا با بندگان محبت خداوند با بندگان محبت یک سویه است. از این دوستی خدا سودی نمیبرد، از این خداوند چیزی برای خدا حاصل عائد نمیشود، منفعتی. این نکته بسیار مهمی است. دوم، وقتی میبینیم عنایت خداوند و رحمت خداوند و لطف الهی به بندگان در شرایطی است که عین حاجت و عین نیاز انسان هاست، یعنی به شکل کلی در اون شرایط عمیق احتیاج، لطف خداوند شامل حال انسان میشه، دستگیری و عمل میاد، یا قیاس المستغیثین به صحنه میاد، اما یجیب المضطر اذا دعا که میخوانید، اون حالت اضطرار خداوند لطفش رو شامل حال میکند. در فضای حاجت، تنهایی، فقر، نیازمندی، این باران رحمت خداوندی است که بر سر انسان میبارد. سوم، در نوع محبت خداوند وقتی که نگاه میکنید، این محبت استمراری است، یعنی سرما و گرما ندارد، سردی و گرمی نداره این محبت. ما از خداوند فاصله میگیریم، اعلام جنگ میکنیم، پای بر خواسته های حق میگذاریم، عصیان و معصیت مرتکب میشیم، از خدا رشته ارتباطمون جدا میکنیم، اما باز هر لحظه که یه سری برگردانیم، یه نیم نگاهی که به حضرت او بکنیم، میبینیم که اشاره میکنه توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون، برگردید، من در انتظار شما هستم.
این تعبیر از بنده است، خداوند همیشه پرچم سفید رو بالا نگاه داشته است، همیشه آماده صلح با بندگان خیش است که اعلام جنگ با او کردند. اگر هر کاری رو انجام داده باشند بنده ها، به هر مرحله ای که انسان برسد، باز امکان این ارتباط، امکان این رابطه وجود دارد و این طور نیست که بگیم دیگه نمیشه کاری کرد با خدا. نه، تو مگو ما را بدان شهبار نیست، با کریمان کارها دشوار نیست. و منطق همان منطق خیامی است، همان است که ابریق می مرا شکستی ربی، بر من در فیض را ببستی ربی، باد وزید باد افتاد سرنگون شد، لب باز کرد خیام به سخن گفتن، ابریق می مرا شکستی رب، بر من در فیض را ببستی ربی تا بماند دول آقایان الاخر. یک بار نقطه سیاهی بر روی پیشانی خیام دیده شد، بنابراین چه تذکر نویسان میگویند، تا که این نقطه سیاه بر صورت اومد و چهره حالت خاصی پیدا کرد، خود را بر خاک افکند و گفت همان که گاه ما و شما هم میگوییم، ناکرده گناه در جهان کیست بگو، آن کس که گناه نکرد چون زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست بگو. صورت بر روی خاک یک باره حالت خیام عوض شد، صورت رو بلند کرد، از گذشته هم نورانی تر و با صفاتر و با نشاط و شادابی بیشتر. ارتباط با خداوند، محبت خدا اینچنین متوجه انسان میشه. حالا یه بازگردان، محبت پدر و مادر به انسانها، به فرزندانشون از این نوع است عزیزان. یعنی پدر و مادر محبت نمی کنن به بچه هاشون که اینها امروز این محبت رو میکنیم که فردا این دو محبت برگردد، امروز این مبلغ رو هزینه شما میکنیم که فردا شما چنین کنید. نه، عموماً اینطور نیست. نوعاً هنگامی که به پدر و مادر مراجعه میکنید و سوال میکنید، اونا یه چیزی به شما میگن، میگن ما از شما چیزی نمیخواهیم جز احترام، جز ادب، چیز دیگری نمیگن. در نهایت بی توقعی و یک طرف بودن این محبت وجود دارد، و حالی که شما با عزیزترین کسانتون از نوع اون ارتباطی که نوبت آینده خواهیم گفت بین زن و شوی، اگر یه مقداری از یه طرف کم مهری باشد، اگر یه مقداری زن کم محبتی کند و شوی کم محبتی کند، بعد با هم همون شعر عرفی کوچه بازاری را میخوانند که خواهی که جهان در خم چوگان تو باشد، خواهان کسی باش که خواهان تو باشد، برای کسی ببینی که برای تب کند. پس بنابراین حالا ما هم پامون رو پس میکشیم. غیر از این است بدبستان اینجا مثل این که این ارتباط، اما بین پدر و مادر و فرزندان بدبستان نیست، مچگیری نیست. این از نوع ارتباط خدا و خلق است. دوم، پدر و مادر محبتشون به فرزندان در زمانی است که حاجت اینهاست. کدوم زمان؟ اون زمانی که این فرزند به دنیا آمده است و وقتی نگاه میکنید این بیقراری را، این شکستباری را، این ضعف را، این تون کودک از مگس رنجی که امروز سالار سرپنجهی، وقتی اون ضعف و ناتوانی کودکانه رو میبینید، اون طفل رو، یکی طفل دندان برآورده بود، و وقتی این حالات رو میبینید تو این فضا و شرایط، این مادر چگونه در آغوش میگیرد، این پدر چگونه محبت میورزد، در زمان حاجت و نیاز کامل این محبت شامل حال میشه. تا اونجا که دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیبه راه رفتن آمود، این محبت به این شیبه ارزانی میشود و مطرح میشه. سوم، در ارتباط پدر و مادر، دو دوست میبینید با هم فدایی هم، اونقدر صمیمانه و تنگاتنگ با هم سخن میگویند که نگاه میکنید میگویند من کیم لیلا و لیلا کیست من، هر دو یک روحی من در دو بدن، انا من احوا و من احوا انا، روحنا واحد حلل نابدنا به تعبیر عرب ها. اما همین دوتا دوست رو فردا میبینید که پشت سنگر ایستادند و اسلحه به طرف هم گرفتند. چی شد؟ خونی هم شدید؟ شما که فدایی هم بودید، جانفدا و قربانی هم بودید. در روابط دوستی این حالت وجود داره، این فصل و وصل ها هست. اما محبت والدین به فرزندان، ما جدا میشیم، ما پشت میکنیم، اما این درب خانه گشوده است
و اونها در انتظار بازگشت شما هستند، پدر و مادر. هرگاه هم که برگردید، آغوش پرمهرشون برای شما گشوده است. گاهی این ضرب المثل عامیانه رو شنیدید که پدر و مادر میگن عزیز من چه بکنم؟ در مسجد است. نه کندنی است، نه سوختنی است. نمیتونم، فرزندمه. خداوند این مثل این که خدا میگه بنده منه، عبد منه، مگه میشه ولش کنم؟ پدر و مادر میگن فرزنده، مگه میشه ولش کنم؟ این ارتباط از سنخ همون محبته که خداوند قرار. لذا اگر چنین قدسیتی دارد و چنین جایگاهی دارد، انشکرلی ولی والدیک و غزا ربک ان لا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. پس این ارتباط، ارتباط بسیار شکوهمندی است، بسیار فلسفه و زیربنای عمیقی دارد که قرآن به این قضیه میپردازد. اما در این ارتباط ما میبینیم که سهم زنان از مردان طبق دو آیه قرآن فزونتر و سنگینتر میشه. این دو آیه رو ملاحظه کنید. سوره مبارکه احقاف آیه 15 وصینا الانسان به والدیه احسانا. ما توصیه کردیم انسان رو که به والدینش احسان کند. بعد یک باره می فرماید حملته امه کرهن و وضعته کرها. این صنعت ادبی رو دوستان التفات دارید، صنعتی داریم در صنایع ادبی که ذکر خاص بعد از عام است. یعنی شما میگویید که همه دوستان رو دعوت کنید، مخصوصا فلانی رو فراموش نکنید. این فلانی هم جزو دوستان بود، اما تاکید بیشتری دارید به خاطر جایگاه ممتازی که دارد. گاهی من مثال میزنم، مثلا شما میگید من خیلی میوه دوستم، خیلی میوه دوست دارم، مخصوصا انجیر، مخصوصا انگور، مخصوصا نمیدانم فلان میوه، هر چی دوست میدارید بازگو میکنید. این میشه ذکر خاص بعد از عام. این همان است که خدا در قرآن میگوید فیها فاکهتون، در بهشت فاکه است. بعد فهمد و نخل و رمان، هم خرما وجود دارد هم انار وجود دارد. خب وقتی فرمود فاکهه دیگه همه رو میگیرد. اما مثل این که خرما این گرد زده است براید، چو نخل باش کریم، گرد زده است نیاید، چو سرو باش آزاد. مثل این که نخل سرفراز سربلند، در بهشت هم سربلند است. مثل این که این انار، همون اناری که به تعبیر ابن احکم گرسنگان میخورند سیر میشوند، انسانهای سیر میخورند گرسنه میشوند. پارادوکسیکال است، انار به دو گونه کار میکند، متناقض کار میکند. دقیقا اینطوره حالت انار. خداوند بر این میوه به عنوان یه میوه بهشتی تاکید بیشتر میکند. دقت فرمودید؟ حالا اینجا فرمود و بالوالدین احسانا، پدر و مادر. اما یک باره میشه ذکر خاص بعد از عام. حملته امه، نقش مادر به عنوان یه زن در سنگر مادری پررنگتر و وزین در مطرح میشود. مخصوصا مادر حملت حمل میکند این فرزند را، کرهن با دشواری و وضعت و کرها، و این بار رو میگذارد با دشواری. 270-280 روز، 40 هفته، با تمام مشقت، خواب ناکافی، خوراک ناملائم، تحرک دشوار، با تمام این سختی ها این 40 هفته رو تحمل می کند و وجود خودش رو وقف می کند. اما وقتی هم که این بار رو می گذارد، باز بزه همه بار می گذارن راحت می شن. اما این مادر تا بار رو می گذارد تازه سختی ها شروع می شه. شیره جان مکیدن می گیرد. شنیدید که زن اگر در حین زایمان جان دهد، در اسلام مقام شهید دارد. حاکی از دشواری ها و نبردی است که در اون شرایط پیش می آید برای زنان. خب این حق تذکر بیشتری داده میشه و این نقش برای زن در کسوت مادری پررنگتر جلوه می کند. و حمله و فصاله 30 شهر، و این شیر دادن و این حمل هم ممکن است تا 30 ماه
به درازا کشد. ادامه ی آیه رو من عرضی ندارم. مورد دیگر هم بگم، سوره مبارکه لقمان، و وصینا الانسان بوالدیه، باز توصیه میکنیم انسان را به پدر و مادر، منتها میفرماید باز حملت و امه وحنن علا وحنن، باز مجدد خداوند سبحان تأکید فزونتری به نقش مادر در این جهت دارد. وحنن علا وحن، هرچه میگذرد از این ایام هم سستی و ضعف مادر فزونتر میشه، تغذیه این کودک بیشتر و این مادر باید تأمین کند فرزند رو و دشواری ها بیشتر میشه. وحنن علا وحن و فصاله فی عامین، و این مادر 2 سال هم شیر دادن رو به عهده میگیرد. اگر این چنین است انشکرلی ولی والدیک و الی المسیر. میبینید اینجا بحث شکر رو خداوند مطرح میکنه. خب ملاحظه میفرماید در این دو آیه ولو پدر و مادر در قرآن هر دو مورد تأکید به محبت قرار گرفتن، اما صراحتا میبینیم نقش زن به عنوان مادر میچربد و خداوند تأکید فزونتری بر این جهت داره. و این یه امری است که بازگشت اون به همون مسئله است که در نوبت قبل اشاره کردیم، به دلیل اون ظرفیت بالایی که زنان در شفقت، مهرورزی و عطوفت دارن، خداوند دیگه بالاخره این دامن پرمهر اینها رو برای این قضیه مهیا و فراهم کرده است. و وقتی این بحث میاد، انسان نمیتونه از بعضی از مسائل، حالا نمیخوایم بگیم احساسی اما ظریف، بگذرد و رد بشه. بدون شک شکوهمندترین تابلوی که خداوند در آفرینش طراحی و نقاشی کرده است همین عطوفت و دامان پرمهر مادران است. ببینید در قرآن وقتی خداوند میخواد دیگه اون آخرین مرحله شدت اتصال رو مطرح کند، یوم تزهل کل مرضعت اما ارضعت و ترى الناس سکارا و ما هم بسکارا، وقتی که در قیامت شدت ها و لرزه ها و استراب ها در قیامت شروع میشه، چنان قهد سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردند عشق. وقتی آخرین مرحله رو خدا میخواد بگه، لحظه ای رو میگه که فرزند در آغوش مادر است، در حال شیر خوردن است. همون مادر اونقدر شدت قیامت است که فرزند رو رها میکند. یعنی ببینید وقتی میخواد خداوند پایانی ترین مرحله اتصال و ارتباط رو تصویر بده این صحنه رو. و خلاصه در این جهت حق همین است که خداوند میگوید، چون هیچ به تعبیر خودمون تعارفی ندارد پدر در رفتار خودش با فرزند، خصوصیاتی دارد. گاهی تعبیر بنده این است که رابطه پدر و مادر حالت مبشرن و نظیرا دارد، پدران نقش انذار رو ایفا میکنن و مادران نقش بشارت رو. این کاملا دیده میشه در سیستم تربیتی خود ما هم، تشویق و تنبیه کاملا مثل این که توضیح میشه بین پدر و مادر تا حد زیادی در نظام های اجتماعی خانوادگی ما. و خلاصان که هیچ کس از قلب خسته پدری نشنیده است که از دست فرزند افتاده باشد و ناله سر دهد، اما به تعبیر شاعر عصر مشروطه، ترجمه اون قطعه آلمانی، داد معشوق با عاشق پیغام که کند مادر تو با من جنگ. بالاخره آن دل خسته که جان داشت هنوز افتاد از کفان بی فرهنگ. آه دست پسرم یافت خراش، آه پای پسرم خورد به سنگ. این نجوا از دل مادرانه شنیده نمی شود، نه از زبان پدرانه. خداوند این رو تأکید می کند، حملت و امه، این مقام شامخ مادر که در پیرامون این آیه وقتی مفسران صحبت میکنن، بعد اون جمله نبی مکرم اسلام رو هم مطرح میکنن که کسی از پیامبر رسید و سوال کرد که یا رسول الله من به چه کسی محبت کنم؟ فرمودن توصیه میکنم تو رو بر رو که امک، به مادرت احسان کن. برای مرحله دوم فرمودن بر رو که امک، مرحله سوم بر رو که امک،
در مقام چهارم که سوال کرد فهمدن بر رو که هباک، خب حالا برو پدر رو همه دست تفقدی بکش، بالاخره اونم بدش نیاد. اما سه مرحله مادر رو فرمودن، سه یک به نفع مادر شد بالاخره در این صحنه که زبان نبی مکرم است. این دو نقش، نقش مهمی است که زن و مرد در این نوع ارتباط ایفاد می کنند در این مرحله دوم که گوارای اونها باد. سومین نوع ارتباطی که در قرآن و تناسبی که بین زن و مرد وجود دارد، ارتباطی است از نوع ایمانی، جنسی، جسمی. مرحله اول شما ارتباط ایمانی دیدید بدون جنسیت. در مرحله دوم ارتباط گذشته از ایمان تابع جنسیت است. در نوع سوم هم ارتباط ایمانی است، هم جنسیت دارد هم جسمیت دارد، یعنی ارتباطی است که تمتعات و غرایز جسمی و شهوانی هم در این ارتباط مدخلیت دارند. این نوع سوم ارتباط زن و مرد در قرآن است که آیات اون رو و ملاحظات اون رو میبینید. به مقداری که الان مختزی باشه من کلیاتی رو عرض میکنم تا انشالله اون فراز عمده اون رو بگذاریم برای بعد، نوبت پایانی سلسله مباحث در هفته بعد. عرض میکنم که این ارتباط در قرآن بسیار جدی مطرح شده است عزیزان، رابطه بین زن و مرد، دختر و پسر، زن و مرد به شکل عام. و همین ابتدا می توانیم بگوییم این رابطه در قرآن، یعنی این رابطه ای که جسمیت هم در اون مدخلیت داره، شهوات هم در اون لحاظ می شود، لذت ها هم در اون دیده شده، مراعات شده، دو گونه است در قرآن. یه نوع آن قانونی تأیید شده و مشخص همراه با ترغیب، تشویق و توصیه، یه نوع نامبارک محدود ممنوع غیر قانونی و غیر مشروع. ما این دوتا رو در قرآن دقیقا مشاهده میکنیم. عناوین و عبارات اینها هم مشخص است وقتی که ملاحظه میکنید و نگاه میکنیم به بحث. اولا باید گفت که ما نگاه قرآن به این ارتباط نگاه ویژه است. بدون شک نیاز طبیعی زن و مرد در این جهت به یکدیگر از زیر بنایی ترین ریشه ها و ساختارهای آفرینش و خلقت خداوند است. اونی که در باب زوجیت گاه مطرح میشه، خلقناکم ازواجا، خداوند وجود زن و مرد رو در این جهت، چه از جهت فیزیولوژیک چه از جهت ساختارهای روحی، به گونه ای قرار داده است که این نیازمندی رو به هم دارند. از جهت ظاهری اندامهای وجودی اونها به گونه ای طراحی شده است که این ارتباط رو طلب می کند و از جهت روحی هم دقیقا تصویر این ظاهر در باطن دیده می شود. یعنی در روح زن و مرد خلعهایی است، خلوتهایی است که امکان پر شدن اینها نیست مگر به دست جنس مخالف، مگر به دست جنس مخالف. هیچ تفاوتی در این جهت نیست و اون حقیقت مفهوم زوجیتی که قرآن مطرح میکنند همین نکته رو بیان میکنند، یعنی همین حقیقت و واقعیت، همین تکمیل و تکامل، همین نیازمندی و وابستگی. من نمیخوام دیگه، الان فرصتی هم نیست که خدمت دوستان اشاره بکنیم که حتی در بعض از مبانی فکری و تفکرات نگاه به زوجیت چه تفاوتی با نگاهی که قرآن ارائه میکند دارد. در قرآن وقتی نگاه میکنید میرسیم نوبت آینده اصل آیات رو، چون خواهم گفت اونجا روشن میشه. از عظیمترین آیات و نشانه های الهی تأکید بر همین نوع ارتباط میشود و جایگاه رفیع اون. اینه که شما در شرع مقدس اسلام میخوانید من تزوج فقط احرز نصف دینه، من تزوج فقط احرز ثلث دینه، من تزوج فقط کملت دینه. به سه نقل، اون کسی که ازدواج میکند نیم دین اون، دو سوم دین اون، تمام دین اون تضمین میشود. یعنی چه؟
یعنی این زوجیت خیلی پوزش میطلبم از خانم ها و آیان. آیا مراد از این زوجیت یعنی تأمین شهوات و غرایز جسمی جنسی؟ این دینی که 50% اون یا 2/3 دون مسائل جنسی باشد که بلای جرز دیوار میخورد این دین، به درد دینداری نمیخورد که این که مشکلات و معضلات جامعه بشری رو نمیتواند در درون و برون تأمین کند، این که دین نیست. پس مراد از این کلمه چیست؟ چیز دیگریست جان من. زوجیت در قرآن یه امر عجیب بلند مرتبه است که خداوند بر اون تأکید میکند و این رابطه جسمی یه نوع به تعبیر ما کاتالیزور، یه نوع عامل گرمابخش برای رسیدن به اون بلندی های دیده شده روشن و تعریف شده است که کاملا مشاهده میشه. لذا میبینیم بهره برداری منفی از این ارتباط، یعنی وقتی این ارتباط بخواد تنزل پیدا کنه بشه در حد یه رابطه ای که هدف، مقصود و غرض از این ارتباط فقط چه باشد؟ تمتع جنسی حیوانی باشد. این همان میشه که یه خط قرمز قرآن بر اون میکشد و میگوید ولا تقربوا الزنا. این همان میشود که قرآن با عنوان منحوس زنا مردودیت این ارتباط رو اعلام میکند، میگه نه نمیشه، نمیپذیرد این نوع ارتباط را. چرا؟ یک، هنگامی که این ارتباط را نگاه میکنید اولین اتفاقی که در این مسئله میافتد این است که قطع نسبت ها میشه، یعنی با ارتباط نامشروع میبینید اون روابط تشکیلات خانواده به هم میپاشد. این اولین پیامدشه دیگه، خانواده ای شکل نمی گیرد، اولین نهاد اجتماعی دست نمیده اصلا، جامعه به شکل معنیدار اون محقق نمیشه. از اون طرف خود این ارتباط کاهنده قوام و دوام خانواده می شود. دیگه خیلی از مسائل رو از میان میبرد، من فقط اشاره میکنم. در شرایط شیوع این ارتباط و خود این رابطه نامشروع محیطی برای تربیت و ادب دست نمی‌دهد. ثمرات این ارتباط نامشروع هیچ تعلقی به این پدر و مادر مثل این که ندارند. اینها جور دیگری و نحو دیگری تربیت می‌شوند. چهارم، خود این پدیده نامشروع رو که نگاه می‌کنید، نامبارک رو که نگاه می‌کنید، همراه میشه با جرم و جنایت، یعنی فحشا رو با قتل. دیگه اینها نیاز نیست که من آمار بگم، به وقتهایی گفتم اینها رو در بحث ها خدمت دوستان، با جرم و با جنایت و با قتل و با کشتار شانه به شانه، پهلو به پهلو حرکت میکند خود این ارتباط. بنابراین اصل این ارتباط نامشروع در قرآن نامبارک، ولا یزنون و من یفعل ذلک یلقى اثاما. خداوند اشاره می کند که اهل ایمان چنین نمی کنند، اینها گرد چنین رابطه ای نمی کردند چون نقض غرضه، این خدمتی نمی کند به انسان ها جز ارتباط حیوانی، چیز دیگری بین دو انسان ایجاد نمی کند. این رو تأکید می کند قرآن، ولا تقربوا الزنا. در کنار این، خب اون بحث نکاح و ازدواج رو که می بینید، وقتی رابطه میاد تو اون کانال خودش، اولین نکته‌ای که وجود داره، من این رو میگم خیلی اهمیت داره عزیزان، در قرآن بناس روابط خصوصی زن و مرد دقت کنید تعهدآور باشه، نه اینکه امشب میهمان صد سال داغو، نه، باید تعهدآور باشه، یعنی یه ارتباطی باید باشه که اینها متعهد به این رابطه باشن، نسبت به وضعیت هم، سعادت هم، سلامت هم، اقتصاد یک دیگر، باید یه لذا اصلا از نکاح تعبیر به عقدت و نکاح میشه، گره و پیوندی که شانه رو میبندد و تعهد میآورد. ای گرفتار پایبند ایال، دیگر آسودگی
مبند خیال. وقتی که آمدی و در این صحنه قرار گرفتی، اون تعهد رو هم باید بپذیری. یعنی این ارتباطیست تعهدآور. اولین نکته‌ای که پیامد این ارتباط است، واقعا بهره برداری لذت آمیز آرامش بخش مطابق مسیر وجدان. دومین نکته دیده میشه تولد و تناسل قوام جامعه بشری و تضمین نسل. سومین نکته‌ای که دیده میشه همین رشد و تکاملی است که شانه به شانه این دو نفر میتوانند با همین وادی رو طی کنند. و چهارمین نکته همین بحث تعهدات اجتماعی است. این بسیار مهم. حالا این قسمت رو انشاءالله بحث زوجیت و شیوه ارتباط زن و شوی رو در قرآن من در قالب چند آیه به عنوان آخرین گفتگومون نوبت آینده مطرح خواهم کرد. فقط یه چیزی باقی مونده از این بحث و اون اینه، ما یک کلمه در قرآن داریم که این قابل توجه است. تقاضا میکنم دقت کافی بفرمایید. من این لفظ آیه رو بگم خدمت عزیزان. سوره مبارکه نساء آیه 25، سوره مائده آیه 5. این دو. مثلا سوره مائده رو الیوم احل لکم الطیبات. اهل ایمان، برای شما طیبات، اموری که طیبند و روحتون و جانتون میپسنده حلال است. در قبال خبیث، اون که نمیپسندید. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم. در ارتباط با اهل کتاب، یهودی ها و مسیحی ها محدود نیست ارتباطتون، میتونید با اینا رابطه داشته باشید. و طعام و خوردنی های اونها با همون قید و خاص و شرایطی که در بقیه آیات هم داره برای شما مباح و آزاد است و طعام شما برای اونها. و المحسنات و من المؤمنات، و شما میتوانید از زنان شایسته به عنوان ارتباط جنسی استفاده کنید، از مؤمنین، از مسلمانان. و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب، و می توانید ارتباط زوجیت و ازدواج با زنان اهل کتاب داشته باشید. و المحسنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم اذا آتیتموهن اجورهن، هنگامی که با تمام قواعد و رعایت شرایط و حقوق حقی اینها باشه، ناجوان مردی در این جهت نکنید. حالا اینجا را دقت کنید، می فرماید قرآن محسنین با صاد، حسن چیزی که آدمی در او قرار می گیرد و انسان رو مسئول می دارد. یکی از این حسنها در اسلام چیه؟ ازدواج. اصلا به ازدواج در قرآن حسن گفته میشه. هنگامی که این از مسیر زوجیت باشه، این ارتباط جنسی محسنین باشه، غیر مصافحین، در این ارتباط صفح نباشه. صفح به همان معنای ارتباط نامشروع است، نزدیک به زناست با همون معانی. آره یه فرقهای فقهی داره که دیگه الان نمیشه وارد اون بشم. بعد میفرماید این ارتباط شما چه با زنان مسلمان چه با زنان اهل کتاب، ولا در کنار این که نباید شکل گناهالود و زنا باشد، ولا متخذی اخدان، نباید به شکل اتخاذ و گرفتن اخدان باشه. این یه جا. در سوره مبارکه نساء همین رو میفرماید، میفرماید محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. باید این از طریق زوجیت باشه این ارتباط آمیزشی، و نباید صف و نامشروع باشه، و نباید متخذات اخدان باشه. ببینید دو مرتبه این رو قرآن تکرار کرده. یعنی چه؟ اتخاذ یعنی گرفتن، اخدان جمع خدنه، خدن یعنی سر و سر پنهانی میان یه زن و مرد به شکل نامشروع. ممکنه روابط جنسی هم در اون نباشه، یعنی همون که ممکنه از اون تعبیر به اصطلاح دوست دختر یا دوست پسر یا ارتباط پنهانی زن و مرد کنیم. دقیقا در قرآن این مطرح شده و در ردیف چی قرار گرفته؟ رابطه نامشروع. ولا متخذی اخدان. اگر ارتباط یه زن و مرد از نوع ارتباط دوم است، طبقه دوم است، محارمند،
اگر از نوع ارتباط اول است هیچ اشکالی ندارد. ارتباط اول چی بود؟ یه زن و مرد مسلمان به عنوان یه انسان همکاری دارن، گفتگو دارن، نشست و برخاست دارن، آمد و شد دارن، سفر دارن، تذر دارن، اما دو انسان، نه دو جنس مخالف. از اونجایی که رابطهشون جنسیت شد، چه کسی ملاک این ارتباطه؟ خود من. نگاه میکنم، احساس میکنم، دارم لذت میبرم. صحبت میکنم، دارم لذت میبرم. نه لذتی از جنس لذتهای ایمانی، بلکه از جنس لذتهای جسمانی. این میشه از نوع سوم. اگر از نوع سوم شد، ولا متخذی اخدان، ارتباط اونچنانی به فتوای قرآن و خالق قرآن مشروعیت و مقبولیت ندارد. و طبیعی است وقتی مشروعیت و مقبولیت نداره، یعنی دیگه با ساختار زندگی ما و روح ما و شرایط وجودی ما سازگاری ندارد. آیا واقعا من به عنوان سخن پایانی عرض می کنم و اون قسم اصلی رو، بحث رابطه زیبای زوجیت رو، اون آیات زیبای قرآن در مورد زوجیت رو و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها نساؤکم حرث لکم، یا تعابیری مانند اون که هن لباس لکم و انتم لباس لهن رو انشاءالله میگذاریم نوبت آینده مفصل سخن خواهیم گفت. فقط یه جمله رو عرض میکنم. ببینید، این دوستی های این چنینی دو آفت دارد عزیزان. یک این که حد و مرز نداره. لذا میبینید قرآن در همون ردیف قرار میده. این دوستی ها رو در کنار چه مطرح میکند؟ خود اون روابط. یعنی بالاخره استپ بای استپ این به همین شیوه خواهد بود و سیر خودش رو دارد. اون حرص درونی آدمیان هم، این دیگ نفس هم غلیان دارد و فروکش نمی کند، تردیدی نیست. نکته دومی که خیلی مهمه، تأثیر منفی این ارتباط در آینده. من گاهی به بعض از دوستان عزیزم میگم آیا شما حاضرید به شریک آینده زندگیتون و شریک جنسی آیندهتون خاطرات گذشتهتون رو بازگو کنید؟ آیا میزان ارتباطاتتون رو با جنس مخالف میتونید منتقل کنید به همسر آیندهتون، به شریک آینده زندگیتون؟ بسم الله. آیا این مقدار خودتون شجاعت دارید، شهامت دارید؟ آیا گمان نمی کنید این آینده شما رو تحت شعاع قرار میده و همیشه یه احساس ناامنی در زندگی مشترک آیندهتون میکنید؟ آیا این احساس نیست؟ مسلم چنین احساسی همیشه آدمی رو رنج خواهد داد. و این از اون نکاتی است که قرآن تأکید به این جهت میکند. این نوع سوم ارتباط ایمانیه، بگید انسانیه، جنسی، جسمی، اگر در مسیر و مجرای قانونی باشد صدها و هزاران اثر بر اون مترتب میشه. اگر در غیر مسیر و مجرای قانونی و شرعی و حساب شده ی اخلاقی اون باشه، مسلم عوارض اون فرد و جمع رو تهدید خواهد کرد. متشکرم از عزیزان و السلام علیکم و رحمت الله.